شایع‌ترین بیماری غیرعفونی در ایران و جهان است. بر اساس آمار انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور، حدود 10% از مردم کشورمان به بیماری دیابت مبتلا هستند که تقریباً 7 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. دیابت تبعیض نمی‌گذارد. پیر و جوان، غنی و فقیر، زن و مرد به هیچ کس رحم نمی‌کند. با آمار 1 میلیون قطع عضو در سال، نمی‌توان دیابت را نادیده گرفت. این بیماری سخت و مهلک نه تنها لذت شیرینی غذاها، که لذت شیرینی زندگی را از شما می‌گیرد. الکسر، جدیدترین پدیده سلامتی. الکسر. ارائه می دهد از تولید به مصرف. This is it. جدیدترین پدیده سلامتی الکسر. با استفاده ساده و آسان اسپری ارگانیک الکسر، دیگر نیازی به مصرف قرص های گوناگون و تزریق آمپول های نظیر B12، B کامپلکس، ویتامین D و یا مصرف دیگر ویتامین های مورد نیاز بدن نخواهید داشت. اسپری الکسر با 9 برابر قدرت بیشتر انواع کمبودهای موجود در بدن را تأمین می کند. برای رفع کمبود نیازهای ارگانهای بدن، داروخانه خانگی خود را دور بریزید. الکسر بدون محدودیت سنی، از 5 سال به بالا آرامش و سلامتی را به زندگی شما می افزاید. تلفن سفارش 818-277-0836 118-277-0836. مهمترین برنامه برای من همیشه اینه صحبتهایی رو که میکنم مستند باشه. مستند یعنی چی؟ یعنی که من حرفی رو که میزنم مدارکی داشته باشم که بتونم به شما ثابت بکنم. من اگر اومدم اینجا راجع به اسپرای الکسر صحبت کردم، سالیان سال تجربه در این رشته که تقریبا 20 ساله و من بنیانگذار این محصولات، این مکمل‌های غذایی در کشور ایران هستم. یعنی 20 سال پیش که من با دانشمند محترمی این کارو شروع کردیم، توی ایران ویتامین هایی رو که میشناختن، ویتامین بی هم حتی نمیشناختن، ویتامین سی رو میشناختن، B12 رو میشناختن، بی کامپلکس رو میشناختن و یه قرصای جوشانی بود که از آلمان میومد و بهش میگفتن مولتی ویتامین. اینها محصولاتی بود که 20 سال پیش در کشور ایران موجود بود و عزیزانی که میخواستن استفاده بکنن باهاشون استفاده میکردن و ویتامین های دیگه، مکمل های غذای دیگه رو نمیشناختن. این آغاز کار من از تقریبا 20 سال پیش بود که 18 سال پیش به طور رسمی در دبی زندگی کردم و در ایران رابطه کاری داشتم. بعدن کمپانی های مختلفی داشتم و محصولاتی رو که همیشه به مارکت می آوردم بنیانگذار این رشته بودم. مثلا من اولین کسی بودم که در مورد سلول‌های بنیادی استمسل در تلویزیون‌های 24 ساعته برنامه سازی می‌کردم، کارمندایی داشتم که برام کار می‌کردن که خب یکیشونم یک چیزی از آب در اومد و این کمپانیا رو همه رو داشتم. یعنی من بنیانگذار درمان با سلول‌های بنیادی بودم که این موضوع تقریبا مال 12 سال پیشه، کمپانی استمسل دریم امزی. بعد در این دوران که من کار می‌کردم و همیشه بنیانگذار این رشته بودم و همیشه سعی کردم نوآوری بکنم. نوآوری، منظورم از نوآوری چیه؟ من تمام تلاشم در کمپانی الکسر و در کمپانی‌های دیگه داشتم محصولاتی رو به شما ارائه بدم که این محصولات بهترین، کاملترین و با پیشرفته ترین تحقیقات و مطالعات از دانشمندا باشن. و بعد از اون کمپانی استمسل دریم امزی که خب یه سری کم لطفی ها به من شد، من
اومدم چیکار کردم؟ باز دوباره رفتم دنبال نوآوری. در این نوآوری اومدم محصولی رو درست کردم به نام استم سل دریم. این استم سل دریم چی هست؟ کار استم سل دریم چی هست؟ استم سل دریم محصولیه که خود من مبلغ $10,000 پول دادم به یه خانم پروفسور دانشمندی که این فرمولو برای من نوشتن. من به عنوان صاحب کمپانی الکسر باید در مورد همه چی اطلاعات و آگاهی داشته باشم که بتونم محصولی رو که برای شما به مارکت میارم که امروز خوشبختانه باز دوباره بنیانگذار اسپری هستم که در جامعه ایرانی خبر ندارن که این تلویزیون های 24 ساعته وجود نداره، همیشه هم به این صورت بوده. من حتی 18 سال پیشم که در ایران یه سری نوآوری ها میکردم، بعدش میومدن و خب خیلی مسائل بود، چه اشکالی داره یاد بگیرن کار درستم بکنم، قابل احترامم، ولی نیان خراب بکنن. من 18 سال پیش محصولاتی برای ترک اعتیاد داشتم که 18 سال پیش یه بستش رو میفروختم 60,000 تومان. 18 سال از این دوران گذشته، الان محصول این محصول رو میفروشم 59,000 تومان. خودتون میتونین فکر کنین که این 59,000 تومان 4-5 دلاره یعنی هیچی، یعنی اصلا هیچ کاری نمیکنه برای بدن. ولی متاسفانه افرادی هستن میان جایی که کار خوب بکنن میان خیلی سر خراب میکنن، کاریش هم نمیشه کرد. اونا محترمن، هر کسی هم میخواد درآمدی داشته باشه. ما باید بدونیم چی رو بگیریم، از کی بگیریم. اگر زرگر امروز میاد اینجا به این صورت صحبت میکنه و میگه من بنیانگذارم، اسناد هست، فیلم هست، کسی نیستش که تلویزیون 24 ساعته رو نگاه میکره و اسم من و خودم رو ندیده باشه در این 20 سال، در این 18 سال گذشته. بعدن که این محصولات رو ما آوردیم به مارکت که الان اومدم این محصولات رو تبدیل کردم به اسپری، ریشه این کار سلول های بنیادیه. سلول های بنیادی یعنی چی؟ یعنی ما انسان ها در بدنمون، در مغز استخوانمون، در مغزمون، کبدمون، در حتی در جریان خونمون ما استمسل داریم. و من حالا تا چند لحظه دیگه تو فیلم ها نشون میدم چرا ما الان نیاز داریم به مکمل ها، چرا ما نیاز داریم که سلول بنیادی بیشتری از مغز و استخوان ما رها بشه. یعنی من محصولی رو آوردم که شما بعد از استفاده از این محصول که اسپری هست، شما تقویت سلول های بنیادی بدن خودتون هست و با اون آخرین روش درمان با الکسر شما میتونین از سلول های بنیادی بدن خودتون ارگان هایی که صدمه خورده رو ترمیم بکنین، که الان همراه این برنامه دونه دونه همه رو توضیح میدم که شما آگاه باشین. همونجوری که بارها خدمتون عرض کردم، کار من آگاهی دادن و اطلاع رسانی با آخرین روش های درمان که چطور میتونیم ما بهبودی پیدا بکنیم، چطور میتونیم ما سلامت و سلامت زندگی بکنیم. و ما اولین کمپانی هستیم که خوشبختانه هر هفته میتونیم مریضی رو بیاریم که این محصولات رو استفاده کردن و بهبودی یافتن. و این محصولاتی که ما مصرف میکنن، خودشون میخوان که میان جلوی دوربین صحبت میکنن یا ما صداهاشون رو ضبط میکنیم، صداهاشون رو میشنفین. بعدن اگر شما خواستین میتونین تماس بگیرین با همکارای من و خودتون مستقیما با این مریض هایی که محصولات رو استفاده کردن صحبت بکنیم. منم سعی میکنم مریض هایی که میارم یک دفعه یک خانوم باشن، دفعه بعد یه آقا باشن، دفعه بعد یه بچه مثلا پسر 13-12 ساله باشن. همه نوع بیماری ها رو، همه نوع سن ها رو من میارم که شما صداهاشون رو بشنفین که چجوری اینا بهبودی یافتن. من اینجا از سرکار خانم مریم تقاضا میکنم صدای پسر آقای دانشو بذارن که بهبودی پیدا کردن و صداشو بشنفیم که من بعدن برنامه هامو ادامه بدم. امروز برنامه مفصل و زیباییه و خواهش میکنم بهش توجه کنین. چند لحظه این
کانالا رو هی عوض نکنین، نگاه کنین. چون به دلیلی که میگم عوض نکنین، چون خیلی ها زنگ میزنن باز یه سری سوالایی رو میکنن که من تو برنامه‌ام توضیح دادم ولی باز دوباره سوال میکنن. مریم خانم محبت کنین اینو پخش بکنین. الو سلام عرض میکنم آی دانش، خوب هستین؟ مرسی، متشکرم، ممنونم. آی دانش، من محمدیم، مزاحمتون شدم. میخواستم ببینم در مورد یه گفتگو داشته باشیم در مورد شروین جان. میخواستم ببینم شما برای دوستانی که الان صدای شما رو میخوان بشنون، بخوام بدونم که چطور با این کمپانی ما آشنا شدین. این خوشحالم، به هر حال مدت که تماس گرفتید. ما تلویزیون رو شنیدیم، برای اتفاقی بود یا هرچی برور بود، من به صورت یه پیگیر شدم و بدون شک حالا تردیدی این دارو رو خریداری کردم. بله. ظرف 3 روز دست من رسید این دارو. بله. و طبق اون لیستی که آقای دکتر داده بودن من اجرا کردم. ظرف فکر میکنم 15 روز اثرش روی پسر من شیرین گذاشت. بله. اینجا چه بیماری داشتن؟ دیابت. بله. الان وضعیتشون چطوره با استفاده از اینکه داروها اسپریا رو مصرف کردن تو این مدت؟ حالشون چطوره؟ میشه برای ما بیشتر توضیح بدین؟ بسیار استرس داشت، به هر حال کاهش وزن داشت و چون 14 سالشان هست. بله. یه رشد بود. ما تصمیم گرفتیم شاید تو رشدش هم تاثیر بذاره و نه که تاثیر داروها باعث شد که اصلا این مدت کوتاه تمام این اتفاقات رو پشت سر بذاره و حال شیرین رو ببره اون چیزی که میخواستیم به اون حد برسونه. و واقعا خوشحالیم از این کمپانی، با تشکر کرد هر دکتری که پشتی و خواست یا رو زحمت میشه ساخت شده. و ممنون از شما که ما راهنمایی کردید تو این مسیر که تونستیم واقعا این مریضی خیلی بدی رو که تک میکنیم شاید خوب شده نیست با این استرس بتونیم درمان کنیم. بله. آقای دانشمند، سوالی که ازتون دارم، شما چه پیغامی برای هموطنهای عزیزمون دارین که الان دارن صدای شما رو میشنون؟ پیغام اینه که شک تر اشته باشن و اصلا این قضیه رو دنبال کنن مثل خود من و این تعدیر نشته باشن، این دارو رو به سرعت تهیه کن و مثل پسر من شیروین که اینو استفاده میکنه استفاده کنم و جوابش رو خواهند گرفت. بله. آی دانش، من در پایان نمیخوام مزاحم شما بشم و در این که شما اجازه میدین کسایی که با ما تماس میگیرن دیابت دارن شماره شما رو به مردم بدیم؟ صد درصد، صد درصد. دستتون در نکنه، سپاسگزارم. اون اعتمادی که ما به شما با آقای دکتر اون برگرفتیم، اعتماد هم ما داریم که بدیم به همه چی هر چی هست و به مردم هر حال این قضیه رو ارسال کنیم. چقدر خوب. از شما سپاسگزارم، مزاحم وقتتون نمیشم. خواهش میکنم. خیلی ممنون که گفتگوی ما شرکت کردین. خواهش میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. بله. همینجور که شنفتین، پدر عزیزی بود که این پسر عزیز شروین جان، ایشون در سن 11-12 سالگی پدر مادرشون از هم جدا میشن. وقتی که پدر مادری در یک خانواده از هم طلاق میگیرن، بدون این که متوجه بشن اثرات خیلی منفی روی بچه ها میذاره و این بچه بر اثر استرس دچار بیماری دیابت میشه، یعنی دیابت استرس میگیره. و خوشبختانه وقتی که اینها با ما تماس گرفتن و من آگاهی کامل در مورد این دیابت استرس ایشون داشتم، بهشون اون محصولاتی رو که پیشنهاد کردم و اینجا به شما هم پیشنهاد میکنم در پایان برنامه‌ام تا چند بخش دیگر، و خوشبختانه حال ایشون خوب شده و من خیلی خوشحالم که تونستم به یک خانواده ای که به هر حال توافق نداشتن و از هم جدا شدن، فرزند بیگناهی که دچار بیماری دیابت استرسی شده، این خدا رو شکر بهبودی پیدا کرده. اینها مسائلی هست که من سعی میکنم در هر جلسه ای که برنامه اجرا میکنم یکی از عزیزانی که خوب شدن بیارمشون و شما صداشون رو بشنفین و اگرم مایل بودین میتونین بهشون زنگ بزنین و باهاشون صحبت بکنین. حالا اگر خانم مریم محبت کنن
بخش بعدی برنامه رو محبت کنن پخش کنن که من راجب عکس داروها قرار شد پخش بشه که من عکس رو نمیبینم، اگه عکس رو ببینم صحبتم رو شروع میکنم. همون اوکی هیچ من آره همونو محبت کنیم بذاریم. بله تصویری رو که دارین مشاهده میکنین اینو باید بگیرین. مریم خانم عرض کردم اون باید گرفته بشه، حالا چند لحظه دیگه مسئله نیست. اون چون من میخوام روی تصویر صحبت کنم توی بقیهش. یکی از دلایلی که من این تصاویر و این فیلم ها رو تهیه میکنم و در اختیار شما میذارم که شما مشاهده بکنین اینه که منظورم رو بهتر به شما برسونم. شما با دیدن عکس یا فیلم سنده، یعنی من صحبتی که میکنم سندیت داره. اگر من میام فیلمی رو پخش میکنم که این فیلم فرض بفرمایین از جامعه ایران هست، میخوام از خود جامعه صحبتها رو در بیارم و بهتون نشون بدم. برای من پیش اومده که من وقتی که عنوان کردم سالیانه نزدیک به 40,000 ما قطع شدن پا داریم، اینها رو افرادی بودن که شما رو چه سندی این صحبت ها رو میکنین آگاه باشین. من تا سندی رو نداشته باشم راجع به هیچ مسئله ای صحبت نمی کنم. من سند دارم که میام میگم 40,000 هموطن من در ایران سالیانه پاشون داره قطع میشه و افرادی که توی اون جامعه هستن خودشون میان اینو عنوان میکنن. دیگه سند از این بالاتر نیست، اینا افرادی هن که دارن تو اون جامعه کار میکنن. این آمارها رو شما میبینین که متوجه بشین صحبتهایی که من میکنم اکثرا سندیت داره. بعضی موقعا پیش میاد که اون اسنادش سخت پیدا میشه، ولی من پیدا میکنم که بتونم بهتر به شما نشون بدم. اگر محبت کنین این عکس رو پخش بکنین که من روی عکس رو بکنم. بله امروز صحبت من در مورد استمسل هست. استمسل یعنی چی؟ استمسل یعنی سلول های بنیادی به زبان فارسی. کار استمسل در بدن ما چی هست؟ کار استمسل در بدن ما این هست که ما هر ارگانی از بدن ما صدمه بخوره استمسل میاد و این ارگانو ترمیم میکنه. بافت هایی که صدمه میخورن اینها سلول های بنیادی میان. برای مثال دست ما که میبره، این برش دست که بعد از چند وقت جوش میخوره، این کار سلول های بنیادیه که در بدن ما نهفته. و ما من دارم راجع به adult stem cell صحبت میکنم، سلول های بنیادی که از مغز استخوان بدن ما رها میشه دارم صحبت میکنم، نه از سلول بنیادی امبریونیک. من این محصولی رو که درست کردم که اسمش هست stem cell dream MZ، این محصول محصولیه که به صورت اسپری وارد بدن شما میشه و تا 95% جذب بدن شما میشه و سلول های بنیادی بدن شما رو بیشتر رها میکنه. من استمسل سلولی هست در بدن ما که این توانایی رو داره که به شکل های مختلف و ارگان های مختلف رو ترمیم بکنه. در ارگان‌های بدن ما که تشکیل شده از میلیون‌ها بیلیون‌ها سلول، هر سلولی دارای یک کده. یعنی سلول دست ما دارای سلول نمره کد دست هست. اگر قلب ما، اگر پای ما، اگر چشم ما، اینها همه دارای یک کد هستند که سلول بنیادی که همون استمسل باشه این توانایی رو داره که به 229 سلولی که داخل بدن ما هست به اون شکل در بیاد و اون ارگانو ترمیم بکنه. که من در فیلم های
آینده و اگر فرصتی باشه در همین فیلم ها به شما نشون میدم. در اینجا داره نشون میده دست چپ تصویر سلول های بنیادیه، یعنی داره نشون میده سلول های بنیادی توانایی اینو داره که خودشو تکثیر بکنه و توانایی اینو داره که عضله رو ترمیم بکنه، توانایی اینو داره مغز، قلب و ارگان های دیگر رو ترمیم بکنه. فرض بفرمایید عزیزی که دچار بیماری دیابت هست، این فرد مشکل لوزالمعده داره و این سلول بنیادی که به صورت این محصولی که برای به صورت اسپری درست شده این توانایی رو داره که زمان میبره ولی این ارگان صدمه خورده رو بهبودی ببخشه اگر شما کارهایی رو که من خدمتتون عرض میکنم درست انجام بدین. کاری که کمپانی الکسر انجام میده میاد تمام بدن رو بهش رسیدگی میکنه که شما از سلول بنیادی بیشتری، استمسل های بیشتری از مغز و استخوان شما رها بشه و از اینا شروع بکنن به ترمیم کردن بافت های صدمه خورده که من اگر باز فرصتی امروز باشه 101 بیماری رو یک تعدادش رو همه رو به شما نشون میدم که چجوری اینها شروع میکنن به ترمیم شدن. اگر تا چند لحظه دیگه محبت کنن و فیلم بعدی رو نشون بدن که من خدمت شما عرض کنم دلیل اینی که شما نیاز دارین به این مکمل ها، به این مکمل ها که تشکیل شده از 6 اسپری و این مکمل در این فیلم داره به شما کاملا نشون میده. در سنین کودکی که ما هستیم 100% سلول های بنیادی از بدن ما رها میشه. به 18 سالگی که میرسیم هی این سلول های بنیادی کمتر میشه. اگر اینو یه حرکت بهش بدن بهتر متوجه میشین که بله بله دستون درد نکنه. هر چی سن میره بالاتر سلول های بنیادی بدن ما که از مغز و استخوان ما رها میشه هی کمتر میشه. به این دلیل ما اگر بخوایم سلامت بمونیم و سلامتی داشته باشیم بعد از خیلی از بیماری ها، افرادی هستن که میخوان همیشه جوون بمونن، همیشه سرحال بمونن، این افرادم بهشون خیلی کمک میشه با این محصولات. یک، بیمار نمیشن و عزیزانی که دچار بیماری های مختلف هستن با این روش شروع میکنن به درمان کردن. اگر محبت کنن اون عکس دیگری رو هم بذارن که من دونه دونه الان سلولای بنیادی رو برای شما در کوتاه مدت سریع توضیح بدم، چون فیلم های دیگری هم هست که شما، من دوست دارم همه رو ببینین متوجه بشین. و دلیلی هم که من همیشه راجع به دیابت صحبت میکنم چون درصد زیادی از هموطنای ما عزیزان دچار بیماری دیابت هستن و این محصولات به افراد دیابتی زیاد خیلی کمک میکنه. این عکسی که رو دارین مشاهده میکنین این عکس یک بیماریه که بعد از 10 سال پیش پزشک رفتن این آخر عاقبتشه و چاره‌ای هم نداره. یعنی فردی که دچار بیماری دیابت هست وقتی که میان به شما داروهای دیابت میدن منظورشون اینه که این بیماری رو نگه دارن و شما باید مراقبت بکنین، ولی تقویتی در کار نیست. این بدنی که قراره با این بیماری دیابت زندگی بکنه روز به روز به توسط این محصولاتی که استفاده میکنه و چاره‌ای هم نداره باید استفاده بکنه، روز به روز حالش بدتر میشه. این 20 عدد دارویی رو که میبینین مال یک فردیه که دیابت پیش دیابت بوده، بعد دیابت تایپ 2، بعد به طرف سکته و الان شخصی که به جز خواب کار دیگه نمی کنه. و جای تأسفه چون من این شخص رو میشناسم و خیلی دلم میسوزه که انسان خیلی خوبی هستن ولی دچار این بیماری هستن، ولی چون این شخص به پول تا سلامتیش بیشتر علاقه داره حاضر نیست برای سلامتیش اون حرکت مثبت رو بکنه و این داروها رو بخره و استفاده کنه. شنفت اینجا که من صحبت کردم اومد چیکار کرد؟ رفته گشته یه سری چیزای ارزون پیدا کرده اونا رو داره میخوره و به من میگه من چرا حالم خوب نمیشه.
اینجا خیلی مهمه، محصولی رو که در اختیار شما میذارن باید از یک سورسی باشه که روی این سورس ها مطالعات و تحقیقات و 100% به شما کمک بکنه. من اینجا در مورد سلول های بنیادی که از مغز و استخوان شما رها میشه راجع به محصولات الکسر صحبت میکنم، نه محصولات دیگه. در مارکت محصولات دیگه هم وجود داره، ولی اونها نیمدن $10,000 پول بپردازن و فقط یک فرمولشو انجام بدن. من راجع به بقیهش دیگه صحبت نمی کنم که شما اون نتیجه مطلوبو بگیرین. پس من اینجا برای عزیزانی که دچار 101 بیماری صعب العلاج هستن و بیشترین بیمارها بیماری دیابت هستن که من بیماری دیابت و ام الامراض میگم، اینجا محصولاتی هست که من به شما نشون میدم. اگر شما میخواین نتیجه مطلوب بگیرین، شما باید این محصولات رو به این صورت تهیه بکنین و از اینا استفاده بکنین اگر میخواین نتیجه مطلوب بگیرین. اگر میخواین نه، برین و محصولات ارزون و مسائل مختلف بگیرین. انتظار خوب شدن نداشته باشین، آگاه باشین. مثل همین دوست من در این 10 ساله روز به روز حالش بدتر شده و بعدش سکته مغزی، بعدم یه گوشه خونه افتاده، برای اینکه تشخیص میده پولو بیشتر دوست داشته باشه. من اینجا باید برای شما توضیح بدم، اولین محصولی که من به شما پیشنهاد میکنم محصولی به نام فوکس. فوکوس یه محصولیه که وقتی شما مصرف میکنین، که من به شما نشون میدم الان به این صورت مصرف میشه، زیر زبان، زبانتونو میگیریم بالا، دو دفعه در روز، دو بار صبح، دو بار شب میزنین. این به شما کمک میکنه که شما دچار فراموشی نشین. من اینجا باید اشاره کنم، قبل از اینی که شما این محصول رو استفاده بکنین، یک مقدار آب بنوشین و بعدش هم یک مقدار کم آب بنوشین و با نوشیدن این آب این محصول جذب بدن شما میشه و شما متوجه میشین که روز به روز دارین از فراموشی کمتری برخوردار میشین. مثل دیگه خیلی وقتا کلید فراموش نمیکنین، خیلی وقتا یادتون میره چراغ خونه رو خاموش بکنین، هی هم روز به روز حالتون بهتر میشه. به عنوان یک دیابتی شما همه نیاز دارین که آرامش داشته باشین. فردی که دچار بیماری دیابت هست سریع عصبانی میشه و این عوارضهای جانبیه که داروهایی رو که میخورین این عوارض جانبی رو داره که شما کنترلتون رو دست میدین. شما نیاز دارین به بیرلکس. بیرلکس محصولیه که شما رو روز به روز بهتون آرامش میده که اینقدر سریع عصبانی نشین. محصول بعدی هست B12. B12 محصولیه که به شما انرژی میده، به شما کمک میکنه که گلبول های قرمز شما بیشتر بشه و اکسیژن بهتری به مغز شما برسونه و تقویت قلب شما باشه. محصول بعدی هست ویتامین D3. ویتامین D3 یک ویتامین حیاتیه و همه عزیزانی که دچار بیماری دیابت هستن و میگن ما ویتامین D میخوریم، اگر میخوری عزیزم برو آزمایش کن، نگاه کن. من به شما قول میدم که شما با اون مصرف قرص ویتامین دی که فقط 15% جذب بدن شما میشه، شما هنوز دچار کمبود ویتامین دی در بدنتون هستین. ولی با خوردن ویتامین دی اسپری الکسر اون کمبود شما بعد از 1.5-2 ماه تامین میشه و شما همیشه لول ویتامین دی بدنتون کامله. اینو بهش توجه بکنین، اینقدر مثال نزنین. ما داریم این ویتامینا رو میخوریم، ما داریم قرص ویتامین B12 میخوریم. اون قرص ویتامین B12 وارد معده شما که میشه بر اثر اسیدی که ترشح میکنه خیلی منافعش ابین میره. به این دلیل ما توصیه میکنیم بهترین
نوع ویتامین گرفتن برای بدن در حال حاضر با محصولات الکسره. محصول بعدی هست، من یه مثالی اینجا بزنم، این مثال خیلی برای خودم جالب بود. من چند روز پیش با عزیزی برخورد داشتیم که با هم گفتگویی داشته باشیم و مثل همه ما که گرفتاری داریم، مثل همه ما که دلخوری داریم، ایشون اکثرا راجع به ناراحتی ها، گرفتاری ها، مسائلی که به حال برای هممون هم هست، برای ایشون هم بود، درد دل میکردن، صحبت میکردن، خیلی هم خسته بودن. بعدم من دیدم ایشون، ما اومدیم راجع به یه موضوع مهمتری صحبت بکنیم، ولی ایشون باز دوباره برمیگره به اون مسائل غم انگیز. گفتم که اگر میشه شما بیا این دو تا محصولو الان استفاده کن که من بتونم بالاخره با شما، بلکه بهشون نگفتم بتونم با شما صحبت کنم. من اومدم بهشون گفتم دو تا اسپری بی ریلکس و اسپری بی 12 رو، بی 12 رو دادم بهشون، گفتم این دو تا رو بزنین یه خورم آب بخورین. بعد از چند لحظه به همین سرعتی که دارم خدمتتون عرض بکنم، به 5 دقیقه نکشید، ایشون دیگه شد یه شخص دیگه و شروع کرد با سرحالی صحبت کردن و اون مسائلی هم که دستش دلخور بود آرامش پیدا کرد. بعد گفتی که ولش کن، اولش عصبانی بود ولی بعدش میگفت ولش کن. بعد دیگه یواش یواش که صحبت ما به نیم ساعت و یه سکشه دیگه، لبخند رو لب ایشون رو میگفتن و میخندن و بعد از 5 دقیقه. یعنی این محصولات به این صورت تأثیر میکنه. عزیزانی که دچار بیماری دیابت هستین، شمایی که بعد از ساعت 2 و 3 یا بعد از مصرف قرصای متفورمنتون به جز خستگی چیز دیگری در بدنتون نیست، شما احتیاج دارین به محصول APD که این APD به شما کمک میکنه شما سرحال باشین. چرا شما باید سرحال باشین؟ برای که بتونین حرکت داشته باشین. چرا شما باید حرکت داشته باشین؟ که بتونین اکسیژن بیشتری رو وارد بدنتون بکنین. چرا شما باید اکسیژن بیشتری رو باید وارد بدنتون بکنین؟ که گردش خون در بدن شما از جریان بهتری برخوردار بشه که شما بتونین حرکت داشته باشین و بتونین سلامت تر باشین. پس این 6 محصولی رو که من الان 4 تاشو توضیح دادم بهش توجه داشته باشین. وقتی میخواین این محصولا رو تهیه بکنین، بخواین براتون این 6 محصول رو بدن، که این پکیج 6 محصولم هر دونه از این محصولها قیمتش هست $39، هم در آمریکا، هم در اروپا، هم در ایران، در همه جای دنیا، هم در کانادا. قیمتش $39 تقدیم حضور شما میشه. هر یه دونه زنگ نزنین بگین آقای زرگر گفته 7 تا 6 تا، من نگفتم 7 تا 6، هر یه دونش، یعنی هر یه دونه استرسل دریم هست $39. هر کدوم از این محصولاتی رو که شما دارین مشاهده میکنین قیمتش هست $39. پس فرد دیابتی نیاز داره به 6 محصول، که این 6 محصول هم کسایی که به این برنامه، که این برنامه رو دیده باشن، اگر تلفن زده باشن 6 عدد از اینا رو سفارش بدن، 1 عدد استمسل، محصولی که استمسل بدن رو رها میکنه، بیشتر بهشون تعلق میگیره. کسایی که امروز این برنامه رو نگاه بکنن، یعنی شما پول 6 داره میپردازین ولی 7 داره میگیرین. چون من میخوام شما عزیزان با این محصولات آشنا بشین. به این دلیل بهتون توصیه میکنم اگر پکیجی رو میخواین تهیه بکنین، سعی کنین پکیج 6 تایی که یه دونه هم اضافه بهتون کادو بدم. محصولات دیگه هست که خیلی مهمه، خیلی به شما کمک میکنه، محصولی هست به نام بی کامپلکس. اکثر دیابتی ها دچار درد مفاصل هستن. اکثر دیابتی ها دستاشون، بدنشون درد میکنه و نیاز دارن به بی کامپلکس. یعنی شما نیاز داری به بی کامپلکس. شما نیاز، باز دوره اشتباه نشه، بی کامپلکس الکسر که 95% وارد سیستم بدن شما بشه، شما نیاز داری به بی کامپلکس، شما نیاز داری به بی 12، شما نیاز داری به بی ریلکس، شما نیاز داری به استمسل دریم که روزانه مقدار زیادی سلولهای بنیادی شما را از مغز و استخوان بدنتون رها بکنه. و اینها محصولاتی هست ATP که شما انرژی بیشتری داشته باشین، بتونین حرکت داشته باشین، بتونین برین ورزش بکنین. شما نیاز دارین به این محصولات. این هم در مورد محصولات الکسر که من میخواستم صحبت بکنم. اگر محبت بکنن خانم مریم بعد از پخش این برنامه اون پا
پای بریده و بعدش هم بلا فاصله همون در مورد عسل. من یه توضیحی میدم که شما توجه بکنین چرا من اکثر اوقات در اینجا در برنامه هم در مورد بیماری دیابت صحبت میکنم که بهش میگم، من میگم بهتره که اسمشو بذاریم ام الامراض، ولی اگر شما داروتون رو سر وقت بخورین و این محصولات رو سر وقت استفاده بکنین، من به شما قول میدم روز به روز حالتون بهتر بشه، جای اینی که بدتر بشه و برین برای سکته قطع کردن پا، ضایعات کلیوی، دیالیز شدن. با این محصولات شما، برای اینکه سوال میکنن ما وقتی دارو اون میخوریم چرا باید اینا رو بخوریم، داروهایی که به شما میدن بیماری شما رو در اون وضعیتی که هست نگه میدارن و شما روز به روز هم بدتر میشید. این محصولات به شما کمک میکنه ویتامین دیفینسی، یعنی کمبود بدن، کمبود ویتامین های بدن شما رو تامین میکنه. یک فرد دیابتی یا افرادی که داروهای زیادی مصرف میکنن، این افراد متاسفانه دیگه اون جذب ماده هایی که از تغذیه باید بگیرن ندارن. الان از خانم مریم خواهش میکنم این صدای اینو زیاد بکنن که صدای اینو بشنفین، شما با هم این دو سه دفعه اینو نگاه بکنیم و برگردم تو برنامه های بعدی. مریم خانم صداش پخش میشه؟ سرین بیماری غیر عفونی در ایران و جهان است. بر اساس آمار انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور، حدود 10% از مردم کشورمان به بیماری دیابت مبتلا هستند که تقریبا 7 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل میدهد. دیابت تبعیض نمیگذارد. پیر و جوان، غنی و فقیر، زن و مرد، به هیچ کس رحم نمی کند. با آمار 1 میلیون قطع عضو در سال نمی توان دیابت را نادیده گرفت. این بیماری سخت و مهلک نه تنها لذت شیرینی غذاها که لذت شیرینی زندگی را از شما می گیرد. اگر محبت کنین اون بخش قطع کردن پا که مثل حالت یک سندیه، که چون من یک بار گفتم در ایران سالی 40,000 پا قطع میشه، به من خورده گرفتن شما این اسنادو از کجا دارین. الان من این اسنادو خدمت شما نشون میدم که شما ببینین فردی که در ایران کار پزشکی میکنه خودشون طبق گفتگوی انجمن دیابت در ایران این آمار رو دادن. اگر محبت کنه اتاق فرمان اون فیلم دیابت و عسل رو نشون بدن که من بعدش هم اینو یه توضیح خواهم داد در مورد عسل. من بعد اینجا اشاره کنم چند لحظه وقت دارم در مورد عسل. عسل یکی از مهمترین، بله صداش اگه میشه صدای اینو زیاد کنین که این مهمه. چه آزمایشی کردین که تو ایران نمی کنن؟ برید این همه آزمایشگاه عسل هست. خود وزارت بهداشت این عسل رو باید آزمایش کنه. میرن آزمایش میکنن، مورد تایید است. چی میگین شما؟ اصلا استاندارد تو کارش سمکنه نیست. پس چرا اونجا رفتیم اون کشور عربی سمکنه رو تست کرده؟ ما به مریضمون عسل میدادیم قندش میرفت بالا، گفتیم آقا پیامبر میگه، قرآن میگه، حدیث میگه، روایت میگه، حکما میگه عسل قندو میاره پایین. من مبتلا شدم، مبتلام کردن به دیابت در سال 69-70. از اون سال تا الان تا متوجه شدم خودم رو نگه داشتم تا امروز. هیچ عارضه دیابت هم ندارم، چشمم هم عینک هم نمیخوام، البته یه عینک ضعیف میزنم یه وقتی نیاز بشه. اینم براتون هرچی بخوای براتون بخونم. هم دوره های منو همه رو دست باهاشون قطع کردن تا الان. 40,000 دست و پا برای دیابت سال 93 به گفته وزیر محترم بهداشت تو ایران قطع شده. 40,000. اصلا ما هر حرفی میزنیم حرفای ما سند نداره. سند نداره. قبوله. اونی که به چشت میبینی چی؟ اینی که عینیت داره که نمیتونی رد کنی که. آقا 300 تا دست و پا قطع میکردن تو اوایل انقلاب. 300. الان رسیده به چند تا؟ 40,000 تا. جمعیت 2 برابر شده. خیلی خوب. باید بشه 600 تا. اگر کاری نکنید شما. اگر وزارت بهداشت درش ببندن، بسته بودن 600 تا دیابتی. چرا الان باید ما 40,000 تا دست و پا قطع کنیم؟ هر شب میان تو تلویزیون اعلام میکنن
آمار چاقی اینجوری شده، آمار فشار خون اینجوری شده، آمار اس ام اس اینطوری شده، آمار دیابت اینجوری شده. پس شما چی کاره اید اینجا؟ برید کنار، هستن کسانی که بتونن این کارو بکنن. ما اصلا هیچ کاری هم نمی‌کنیم برای مردم، هیچ هزینه‌ای هم برای دولت درست نمی‌کنیم. ما میزنیم تو دهن اون کسایی که رفتن سنگ پا وارد کردن، میزنیم تو دهن اون کسانی که رفتن مربا وارد کردن. میدونی چرا مربا وارد کردن؟ چون میوه وارد کردن، میوه ها دست کشاورزا موند. کشاورز رفت دنبال راه حل پیدا کنه، رفت دنبال این که اونو بکنه مربا. رفتن مربا وارد کردن که مربا هم نشه، خب چیکار کنه؟ انگورش ازش نمیخرن، مجبوره بکنه سرکه، بکنه شیره. می غیر بهداشتیه. بله، این فیلمی که مشاهده کردین، ایشون یک حکیم هستن، یک پزشک هستن در ایران که فعالیت طب سنتی میکنن و من فقط به عنوان سندی که خدمت شما عرض کرده بودم، من سالی 40,000 نفر در ایران قطع پا دارن و میخواستم به عنوان سند شما ببینین. هیچ هدف دیگه ای نداشتم، ولی یه مقدار از حرفاشون کاملا درست بود، ولی هدف من این بود. حالا ما اینجا برای اینکه یواش یواش به پایان برنامه رسیدیم، من آخرین فیلمو اگر حاضر کردن پخش بکنم اتاق فرمان، که این فیلم نشون دهنده کار سلول‌های بنیادی در بدن ما به چه صورت هست، که من براتون یه توضیح میدم. اینجا نشون داده میشه که سلول بنیادی به چه صورت در بدن ما فعالیت میکنه. یک سلول بنیادی خودشو تکثیر میکنه و کار سلول بنیادی این هست که ارگانهایی که صدمه خورده، این ارگانها رو میاد، این بافتای ارگانها رو میاد و اینها رو ترمیم میکنه و بر اثر ترمیمی که این ارگانها میشن، روز به روز حال فرد بهتر میشه. اینجا داره یک بخشی از یک ارگانی رو نشون میده که این ارگان به این صورت صدمه خورده، الان سلولهای بنیادی میان و این شکافتی که به وجود اومده شروع میکنه به ترمیم کردن و بعد از ترمیم کردن، یعنی ارگانهایی که صدمه میخوره به توسط این محصولی که ما داریم خدمت شما عرض میکنیم، فرض فرمین یک دیابتی که مشکل لوزالمعده داره، میاد این سلولهای بنیادی مغز و استخوانشون رو رها میکنن و به این صورت شخص روز به روز حالش بهتر میشه. شما از داروهای طبیعی نباید این توقع رو داشته باشین که سریع حالتون خوب بشه. شما باید یک دوره یا اگه لازم باشه دو دوره اینا رو مصرف کنین. اون پکیج هایی رو که بعد از این فیلم اگه بذارن من خدمتتون نشون میدم که در موردش توضیح بدم، اون عکس پکیج ها به این صورته که وقتی که شما میخواین سفارش بدین آگاه باشین. اگر میخواین نتیجه مطلوب بگیرین، باید یک دوره 6 ماهه که 7 عدده که اگه امروز سفارش بدین 7 عدده و یک دوره 1 ساله که 12 عدد و 2 عدد بهتون بیشتر میدن، که الان اینجا دارین مشاهده میکنین، 6 تا استمسل دریم که این محصولیه که به شما کمک میکنه که شما روز به روز از مخصوص خانه رونتون روز به روز مغزوز خانون سلای بنیادی بیشتری رها بشه. من اینجا برنامه‌ام به پایان رسید و آرزوی شب خوبی براتون میکنم. خدا نگهدار. کمپانی معتبر الکسر ویتامین سپری ارائه میدهد از تولید به مصرف. This is it. جدیدترین پدیده سلامتی الکسر. با استفاده ساده و آسان اسپری ارگانیک الکسر، دیگر نیازی به مصرف قرص های گوناگون و تزریق آمپول های نظیر B12، B-Complex، ویتامین D و یا مصرف دیگر ویتامین های مورد نیاز بدن نخواهید داشت. اسپری الکسر با 9 برابر قدرت بیشتر انواع کمبودهای موجود در بدن را تأمین می کند. برای رفع کمبود نیازهای ارگانهای بدن، داروخانه خانگی خود را دور بریزید. الکسر بدون محدودیت سنی، از 5 سال به بالا آرامش و سلامتی را به زندگی شما می افزاید. تلفن سفارش 818-277-0836 118-277-0836. شایع ترین بیماری غیر عفونی در ایران و جهان است. بر اساس آمار انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور، حدود 10% از مردم کشورمان
به بیماری دیابت مبتلا هستند که تقریبا 7 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. دیابت تبعیض نمی‌گذارد. پیر و جوان، غنی و فقیر، زن و مرد به هیچ کس رحم نمی‌کند. با آمار 1 میلیون قطع عضو در سال نمی‌توان دیابت را نادیده گرفت. این بیماری سخت و مهلک نه تنها لذت شیرینی غذاها که لذت شیرینی زندگی را از شما می‌گیرد.
دیابت شایع ترین بیماری غیرعفونی در ایران و جهان است. بر اساس آمار انجمن حمایت از بیماران دیابتی کشور، حدود 10% از مردم کشورمان به بیماری دیابت مبتلا هستند که تقریبا 7 میلیون نفر از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد. دیابت تبعیض نمی‌گذارد. پیر و جوان، غنی و فقیر، زن و مرد به هیچ کس رحم نمی‌کند. با آمار 1 میلیون قطع عضو در سال نمی‌توان دیابت را نادیده گرفت. این بیماری سخت و مهلک نه تنها لذت شیرینی غذاها که لذت شیرینی زندگی را از شما می‌گیرد.